یکی دیگه از راه‌های درک، باور و چشیدن مهربانی خدا ائمه هدا علیهم السلام هستند. می‌فرماید خدا مهربانی را 100 قسمت کرد، 1 قسمتش رو داد به خلق خدا، از توش محبت مادر به فرزند در اومد، از توش عشق بین زن و شوهر در اومد، از توش محبت پدر به فرزند، محبت فرزند به پدر. 99 قسمتش رو داد به اهل بیت، یعنی مهربانترین مادر هم که چقدر بچهش رو دوست داره نمیتونه هیچ وقت امامش رو درک کنه. یعنی مهربانترین مادر که سقف مهربانی رو پر کرده، بالاترین درجه مهربانی رو نسبت به فرزندانش داره. حالا این 99 برابر باید بشه که امکان نداره تا محبت یک امام به امت خودش رو درک کنه. حالا شما پیش یه مادر جرأت داری بد بچهش رو بگو، تا 100 سال لااقل کینه شما رو پیدا میکنه. حالا پیش اهل بیت شما چیکار کنی؟ بعد یه بچه شیعه و محب اهل بیت رو بگی، اهل بیت چی میشن با آدم؟ میفرماد هر کسی از یکی از محبین ما یه نقطه ضعفی رو پیدا کنه، سندی رو پیدا کنه، پنهان کنه، نگه داره که علیهش بعداً لازم شد استفاده کنه، میفرماد این از ولایت ما اهل بیت خارجه. در کلام امام رضا علیه السلام میفرماد من امام رضا به خودم واجب کردم یه همچین آدمی رو هر روز لعن کنم. خیلی سنگینه. هیچی ازش نمیمونه. وقتی ما میگیم اهل بیت مهربونن، شما حواستون به هم دیگه باشه. در کلام شریفی از امام باقر علیه السلام که امام صادق علیه السلام نقل میکنن که میفرماد والله لا احب ریحکم و ارواحکم، من بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم. ما مریض میشیم وقتی شما مریض میشید، ما خوشحال میشیم وقتی شما خوشحال میشید، ما محزون میشیم وقتی شما محزون میشید. بعد میفرماد که و خدای ما اهل بیت بیشتر از ما شما رو دوست دارن. خیلی جالبه، واقعا تصورش خیلی سخته. اهل بیت مظهر مهربانی خدا. ما اگر مهربانی اهل بیت رو درک کنیم نسبت به همدیگه مهربان میشیم. اگر مهربانی اهل بیت رو درک کنیم که ساده تر درکش، به مهربانی خدا هم متوجه میشیم و بعد ارتباطمون با خدا قشنگ میشه.